سلام و صدها درود به فرزندان راستین بابر چون شهید، نصیر، مختار، ابوذر و تمام همسنگرانشان. در نخست تشریف آوری آقای داوود ناجی نماینده و سفیر جنبش روشنایی را به شهر ملبورن خیر مقدم می‌گویم. با سلام و عرض ادب به شما راهروان راستین رهبر شهید، شما راهروان راستین آرمان‌های پدرمان مزاری بزرگ. آره پدرمان، مزاری فقط پدر زینب نیست، پدر تمام فرزندان این نسل و پدر تاریخ جامعه ماست. زمانی که جاده در زنده بود و در ستتان بیشمار، مزاری مثل ستاره قطبی برای سرنشینان کشتی که در تلاطم دریا راه را گم کرده بودند. و چه زیبا به ما راه را نشان داد. آره پدرمان که در فصل سرد بی‌رحمی و بی‌عدالتی از زیر برف سنگین نابرابری قد علم کرد تا بهار پر از عشق و مهربانی، عدالت و دوستی، خودباوری و همدیگر پذیری را برنهان آورد. پدر با خون چه شفاف نوشتی عدالت، برابری، حق شهروندی برابر، چه مظلومانه رفتی تا فرزندانت امروز در کشورشان و در زادگاهشان از حق شهروندی هرچند نابرابر برخوردار باشد. راستی پدر، از فرزندانت یاد کردم، چه هم سرنوشت ما راست میگویند سرنوشت فرزند به پدر میرود. تو به ما یاد دادی که حق خواستن به معنی دشمنی با کس نیست. و این بار در دوم اسد 1395 خورشیدی فرزندانت با خونشان نوشتن عدالت. درد بزرگیست از دست دادن 7 ماستر، 25 لسانس و 40 دانشجو، بخش بزرگی از جامعه روشنفکری و دانشجویی ما. ولی پدر، تو میدانی که ما دانه ایم، هرچه ما را دفن میکنن ما سبز میشویم، ما میرویم و با زمین زیبایی میدهیم و این را مدیون تو هستیم. پدر، من نمیتوانم تو را فقط با چند جمله کوتاه توصیف کنم. تو تاریخ نسل ما هستی. فقط میخواهم بگویم ای قهرمان مدیون که به من، به ما و به هزاره هویت دادی. و در اینجا با استفاده از فرصت سال نو 1396 را برای شما عزیزان تبریک میگم و امیدوار هستم سال پر از خوشی ها و امنیت در سر و سر جهان و در کشور عزیز ما افغانستان باشد. مراتب قدردانی و احترام خود را خیش را برای بزرگان و تمام مردم بومی استرالیا هم از گذشتگان حاضرین ابراز می‌داریم.
عزیزان و حاضرین در تالار، برای ارج گذاری با قربانیان مردان ما و قربانیان تمام جهان که در راستای برابری، عدالت و همدیگر پذیری مبارزه می کنند، یک دقیقه ایستاده و سکوت می کنه. و دوستان گرامی، قبل از پرداختن به برنامه امشب ما سرود ملی استرالیا را پخش می‌کنیم. دوستان عزیز، در قسمت اول برنامه ما از اولین سخنان خود آقای علی مدد رضایی خواهش میکنیم که روی استیج تشریف آورده و ایراد سخن کرده. جهت خوشنودی ارواح طیبین شهدا، شهدای گلگون کفن افغانستان، شهدای مقاومت غرب کابل، رهبر شهید، شهدای دوم اسد میدان روشنایی و محمد و آل محمد صلوات. درود و سلام بر روح بلند رهبر شهید و شهدای دوم اسد. درود و سلام به شعور و آگاهی بلند شما مردم سرفراز.
در ابتدا تشریف آوری سفیر جنبش روشنایی عضو ارشد شورای عالی مردمی جنبش روشنایی را در شهر ملبورن و در این محفل صمیمانه خیر مقدم عرض میکنم و ثانیاً فرارسیدن بهار 1396 که بهار ایده نو، فکر نو، طرح نو برای آینده و آینده بهتر از گذشته است. فصل شکفتن، خیزش، سرزدی و شادابی است. محضر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. گرچند با این همه حادثه‌ای که هر روز در افغانستان اتفاق میفتد و هر روز تعدادی زیاد از عزیزان من را از دست میدهیم، ما عید به معنای واقعی نداریم. اگر عید میگیریم در واقع تجدید میثاق با آرمانهای بلند شهدا و رهبر شهید. و قبل از اینه که چند کلمه صحبت و طور مقدمه محضر شما داشته باشم و از سخنران اصلی جلسه جناب آقای داوود ناجی استفاده کنیم، این شعر را میخوانم که مناسبت با مجلس دارد، چون تجدید میثاق با خون شهدا و روح بلند رهبر شریف و هم مناسبت عید. قوما بیا که عید کنی، دلخور پر امید کنی، شاهای تار روی کده، روزای پر سفید کنی، دستای پر خینه کنی، درزای پر پینه کنی، تکره دلی چارپاره را یک جا مثلی گری نکنی، دلای تو یک جا جمع کده، به کبر و بیتی نکنی، همت کده، وحدت کرد مثل سرنه بی نکنی. قومو بیا که اید کنی، دلخور پر امید کنی، شاهای تار روی کده، روزای کرد سفید کنی، بیا بسن از جان دل، یک عهد و یک پیمان کنی، ریزه که تیمو جمع شدن یاد شاه مردان کنی، بیا بسن وحدت کنی، همت کنی، غیرت کنی، خاک در چیمی دشمو زده خانش را ویرو کنی. قومو بیا که اید کنی، دلخور پر امید کنی، شاهای تار روی کده، روزای پر سفید کنی، دلخور ناامید نکو، بیا فکر چاره کنی، عهد و میثاق قدباور امضای دوباره کنی، عهد و میثاق قدباور امضای دوباره کنی، بیا که کاروبار کنی، شارای برا پسشار کنی، سمر کسب و کار کرد تقدیم هزاره کنی. قوما بیا که اید کنی، دلخور پر امید کنی، شاهای تارگوی کدن، روزای برا سفید کنی. بهترین ها را برای یکایک شما آرزومندم و امیدوارم که انشاءالله همه ایتان سال پربار را پیش رو داشته باشید. سخنانم را با آیه از قرآن آغاز میکنم و انشاءالله به طور بسیار مختصر همون گونه که تذکر دادم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. همه انبیا آمدن و خداوند هم برای آنها کتاب و میزان فرستادن تا به قسط و عدل و دام قیام کنند. و همه شما میدانید که قبل از آمدن انبیا و اخص پیامبر خاتم، همه مردم در یک کرختی عجیب فرو رفته بودند. هیچ نزاع و کشمکش بین مردم نبود.
اگر نزاع بود، کشمکش بود، فقط و فقط برای تقومه بود و از او بالاتر دیگه حرفی نبود. انبیا آمدن هر کدام به نوبه خودش و اخستن پیغمبر خاتم، آتش ناهمواری را بر خرمن خفته بشریت زد و مردم را از خواب غفلت بیدار کرد. و در کل اختلاف وقتی میگیم یا ناهمواری، در ذهن ما تداعی شود. اختلاف یعنی یخن گرفتن، اختلاف یعنی فحش و ناسزا، اختلاف یعنی جنگ و دعوا. دقیقاً به این معنا نیست. در جامعه‌ای که اختلاف نظر و در جامعه‌ای که دیدگاه‌های متفاوته، این نوید بخش یک آینده بهتر و هدف بعثت انبیا هم همینه. ولی قبل از او همه یکسان بودن و هیچ نزاع و کشمکش بینشان نبود و در بین حیوانات تا حال هم همینطوره. لذا گوسفندان کالیفرنیا و استرالیا و نیوزلند و افغانستان میلیاردها سال دیگه هم اگر بگذرن متمدن نمیشوند، پیشرفته نمیشوند، چون نزاع ندارن، کشمکش ندارن، اختلاف نظر ندارن. وقت پیغمبر آمد این آتش ناهمواری را به خرمن خفته بشریت زد، او زمان بود که تفاوت‌ها آغاز شد. خوب و بد را مردم تشخیص دادند. بیش از ایشان به قول مولانای بزرگ، بیش از ایشان ما همه یکسان بودیم. کس ندانستی که ما نیکو بدیم، چون به تابد آفتاب انبیا گفت ای غشت گوش و صافی بیا. لذا هدف انبیا در این قسمت یک مردم را از خواب غفلت بیدار کند و قسط و داد و عدالت را در بین مردم تدریج کند. و دقیقا در جامعه ما که امروز یک نگاه بسیار اجمالی و کوتاه داشته باشیم، بعضی از اختلافات و یا تفاوت دیدگاه ها و نظرها به نفع جامعه است. اگر تفاوت دیدگاه ها نباشند و مردم در یک کرختی محض به سر ببرند، دقیقا وضعیت همان گونه است که تا حال ما و شما مشاهده کردیم. و من بدون هیچ مقدمه‌ای از همین جا دیگه عرض میکنم که ما حرکت ها و خیزش های اخیر که در افغانستان و سراسر دنیا توسط مردم و به رهبری تعداد از دوستان روشنفکر به وجود آمده است و سرلوحه کارشان عدالت و برابری است و مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و نابرابری است، این را به فال نیک می‌گیریم و به این باور هستیم که ما یک بار دیگر از خواب زمستانی بیدار شدیم. همان گونه که رهبر شهید آمد در طول 2 سال و 8 ماه مقاومت غرب کابل به مردم ما را از او یخزدگی خارج کرد و از همه مهمتر و بالاتر به مردم ما اعتماد به نفس بخشید. مردم ما که با کلمانارها شدند و با این که زنها و دختران اینها در بازار قندهار و هند به مبلغ کمتر از 2 افغانی فروخته شده بود و خود هزاره جرم بود، ننگ بود، راه مدارس و دانشگاه ها برای ما بسته بود، به تمام معنا اعتماد به نفس را از ما گرفته بود. ولی رهبر بزرگ آمد با شعار عدالت برابری، آمد دوباره اعتماد به نفس را به ما زنده کرد و این بلندترین و بزرگترین کار است. و این بار هم ما وقتی می‌بینیم حرکتی می‌آید که سرلوحه کار آنها
عدالت و برابری است، مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی سیستماتیک. طبق همون مقدمه‌ای که عرض کردم، آیه قرآن از منظر دین و از منظر دنیای امروزی هم وقت نگاه کنیم، در کره خاکی هیچ انسانی پیدا نمی‌شود، حالا دین داشته باشه یا نداشته باشه، به هر ایده و افکاری که می‌خواهد باشه بگم بی‌عدالتی خوبه، ظلم خوبه. همه عقلا اینو تأیید می‌کنند و این ربط به دین ندارد و این یک چیز اتفاقی است طبق معیارهای بین المللی که همه انسانها دنبال عدالت و برابری است و در همه کشوری که ما تو زندگی میکنیم و نفس راحت میکشیم در سایه همین عدالت و برابری و عدم تبعیض است. از هم منظر دین و هم از منظر جامعه جهانی وقت نگاه کنیم، من و خودم وظیفه دینی و انسانی خودم میدانم که از چنین حرکت حمایت کنم. کدام حرکت؟ حرکت که منش برمیش باقه را در پیش دارد، حرکت که اندیشه های باقه را سرلوحه کار خودشان قرار داده است. اون وقت فرق نمی کند که این آقا روحانی باشد، دانشجو باشد، روشن فکر باشد، به هر لباس که باشد، وقتی بیاید دردهای مردم ما را فریاد بزند و بیاید دقیقا به همون فرموده رهبر شهید که اینقدر محبوب شده است و به اندازه رهبر شهید صدها انسان هزار ایدی در افغانستان بود و او فقط خصوصیتی که از نظر من خیلی او را برجسته کرد و امروز در اقصانقات دنیا بعد از 21 سال همگان افتخار میکنند که بیایند مراسم تجلیل بابر را برگزار کنند و حتی برادران هزاره اهل سنت در بغلان که اونها را هم جبر تاریخ وادار کردند، اینقدر گفتن هزاره بدر، هزاره جوالی، هزاره مشکور، هزاره بدر هیچ کاری نمیکند، اونها را جبر تاریخ وادار کرد که بگه ما سنی هستیم و الا از نظر فیزیکی هزاره هم، ولی میبینیم امسال اونها هم کم کم هویت خودشان را پیدا کردن و از بابا تجلیل میکنن. یک نوید خوبه در کل دنیا، همه مردم ما میاید از بابا تجلیل میکنن، آرمانها و اندیشه های بلند بابا را برای جوانی که امسال 21 سال دارد، دقیقاً 21 سال پیش در روز شهادت بابا و دنیا آمده بیان میکند، ما این رو به فال نیک میگیریم و چرا چنین شده است و دلیل اون فقط اینه، اینو که مردم بابا را دوست دارد و اینه که همه دوست دارد پشت عکس بابا حتی قائم شود، یک تعداد از نام رهبر شهید استفاده میکنه و یک تعداد عکس بابا را اینجا میزنه تا روی شانه بابا گذشته و بالا برود و این را هم مردم تشخیص میدهد. درود و سلام به شعور شما و آگاهی شما و بلوغ سیاسی شما. اون چه که بابا را بابا کرد و امروز هر انسان دوست دارد پای اندیشه های بلند رهبر شهید بنشیند و از جان و دل گوش کند، دو تا امتیاز بود علاوه بر این که امتیازهای دیگه هم بود شما شنیدید. یک، آی مردم، من هیچ منافعی غیر از منافع شما ندارم و برای این عهد استاد تا آخر هم استاد و عملا هم شما دیدید، نه کاخ داره نه سرمایه داره با اینکه میلیون ها دلار در اختیارش و گزینه دومه که بابا را اینقدر محبوب کرد بر اون پیمانی که بست و تا آخر مرحله و اون پیمان ماند و هیچ وقت صحنه را ترد نکرد و دقیقا آمد دست روی دردهای نمیگم بدنسوز، نمیگم استوانسوز، بلکه روانسوز انسان هزاره گذاشت. آی رهبر،
آی باور تو جواب سالها ناله بودی، تو دعای درد صد ساله بودی، و لذا اینه که او رهبر شد. و امروز هم در قرن 21 وقت ما زندگی میکنیم، وضعیت افغانستان را مطالعه میکنیم، وضعیت رهبران خودمون را مطالعه میکنیم، دقیقا هر حرکتی که بیاید رویش و منیش باور را به پیش گیرد و دردهای مردم خودشان را فریاد زند که فعلا داعی‌الله و پرچمدار چنین حرکت جنبش روشنایی است و ما وظیفه خود می‌دانیم که از چنین حرکت حمایت کنیم. یه هم وظیفه دینی ما، هم وظیفه انسانی ماست. ولی تا زمانی که ادعاگرا دارن رویش و منیششان همینه، هر کسی دیگه یه هم اگر بیاید، ببینید تفاوت و تفاوت دیگه که بابا با میراث دارا داشت، اینو بد نیست عرض کنم چون خیلی زمزمه میشه. با اون ویژگی دیگه که بابا داشت او ای بود که اون نمیگفت ای کهنه فکره ای نو فکره، اون نمیگفت ای دیانت داره یا دیانت نداره، اون نمیگفت ای روحانیست یا غیر روحانی، اون نمیگفت ای سیده یا غیر سیده. هر که درد هزاره را داشت دور خودش جمع کرده بود، ای بالاترین امتیاز. و امروز یک خطری که جامعه ما را تهدید میکنه اینه، اینش کهنه فکره، اینش سنتیه، این روشن فکره. و با این سیستم و وضعیت مسلمه ما به جایی نمیرسیم. وقتی که تبعیض سیستماتیکه، این نیاز به یک مبارزه سیستماتیک داره و بسیار به زبان ساده راه و رویش و منیششان را بابا رهبر شهید برای ما نشان داده است. و من می توانم از همین تربون عرض کنم، اگر هر کسی دیگر آقای استاد خلیلی باشه، آقای استاد محقق باشه، هر کسی دیگه که باشه و بیاید دردهای مردم را دقیقا دوا کند، راه و رویش بابا را در پیش گیرد و پار روشانه بابا و مردمش نگذاره، ما امروز وظیفه دینی و انسانی خودمان میدانیم که از همین آقا حمایت کنیم. لذا وظیفه کاملا مشخصه، مسیر و راه را که جنبش روشنایی فعلا آغاز کرده است و اون چرا که ما با دقت مطالعه کردیم و نظاره کردیم، این را از زبان شما برادران و خواهران ملبورن عرض میکنم. همان گونه که به خاطر شهدای دوم اسد در صحنه آمدید و خوب هم ظاهر شدید، اتحاد و هماهنگیتان را نشان دادید، با برادرانتان و خواهرانتان کمک کردید، بنی آدم اعضایی یک دیگر، اونا که از گشت ماست، پست ماست، استادان ماست، برادر ماست، خواهر ماست، این وظیفه دینی و انسانی ماست. و ما از این به بعد هم انشاءالله تا زمانی که جنبش روشنایی همین روش را که فعلا در پیش گرفته است داشته باشد، ما همیشه در صحنه خواهیم. و عرض آخر هم همین که شما میدانید که سکندار تبعیض و بی‌عدالتی در سوم اپریل در کانبرا میآید و این را ما خوب درک کردیم با تمام وجود که اینها به هر لباسی که باشند در طول 300 سال
در اون ظلم کردن، تبعیض روی عدالتی رو داشتن که ما نمونه هاش رو عرض نمی کنم، شما خوبتر و بهتر از من می دانید. و فقط توصیه‌ای که برای جوانهای عزیز دارم با آن اینه که امروز بیاییم به صلاح روز مسلح شدیم و این تبعیض چون تبعیض سیستماتیک هست از نظر فیزیکی حتی اگر وارد شدیم که بعضی ها میگن مبارزه باید زدنی باشن، عبدالخالق رفت نادرشاه خانخوار و غدار را از نظر فیزیکی حذف کرد، ولی دیدیم تبعیض بی‌عدالتی نابرابری همچنان سر جای خودش باقی است. گاهی به لباس ملا عمر ظاهر میشه، گاهی به لباس کرده، گاهی به لباس اشرف غنی، هیچ فرق نمی کنه از نظر ایده و مفکوره. یکشان کلیدی بهشتشان در گوشه لنگوتهشان و ریششان بسته است و دیگرشان هم از نظر مفکوره ولو خودشان را مغز دوم متفکر دنیا می داند، کلید بهشت در نیتاییشان بسته است و خستن دیدگاه های اونها که نسبت به مردم ماست. لذا ما نیازمند مبارزه سیستماتیک هستیم که من نمیتونم اونو اینجا کاملا توضیح بدم به خاطر تضییع وقت. با آن این است خلاصش که بیاییم به صلاح روز یعنی علم دانش مسلح بشیم. وقتی که استاد دانشگاه بچه هزاره باشد، دختر هزاره باشد، وقتی بیاید پشتون را درس بده، چون این نیاز به تحول فکری است. اینها چنین فکر دارن که ما شهروند درد چندومه، ما لیاقت بالاتر از معاونت نداریم و ما میتونیم به صلاح علم مسلح بشویم. و ما وقتی که توانستیم در صحنه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خوب بدرخشیم و تحول فکری ایجاد کنیم، او زمانه که ما یک مقدار به او هدف اصلی که عدالت و برابری است نزدیک شدیم. ولذا سکاندار تبعیض و بی‌عدالتی می آید و وظیفه یکایک ماست که در روز سوم ابریل اگر در افغانستان گوشه ها همه کر شده، اگر در افغانستان وقت انسان صدای عدالت و برابری را بلند می کند، حدود 86 نفر از بهترین جوانان شما را در یک آن پرپر می کند و اگر در افغانستان در سه جمعه متوالی در اولش امنیت، در آخرش امنیت، در وسطش امنیت نیست و اگر در افغانستان نفرین شده صدای عدالت خواهی و برابری و برادری شنیده نمی شود، ولی در استرالیا، در اروپا، در آمریکا و جاهای دیگه هست و گوشه های شینوای پیدا خواهد شد که ما و شما برادر و خواهر هم صدا بشویم برای عدالت و انسانیت فریاد بزنیم و بگوییم سکاندار تبعیض و بی‌عدالتی آمدن و ما که در افغانستان امنیت نداریم که هیچ، حالا تمام خطرات و مشکلات دریا را پشت سر گذاشتیم و چه مقدار از برادران و خواهران ما غرق در دریا شدند، حالا که خودمان را در ساحل امن رساندیم و میآید دوباره ما را به جهنم بنام افغانستان برگرداند و قرار داد امضا کند چنانچه چنین کردن در اروپا. میدونید برادر و خواهر دلیلش چیست؟ دلیلش فقط روشنه. اینها در بهترین دانشگاه های دنیا درس میخوانه، اینها از نظر اقتصاد تقویه میشه و او زمان میتواند حق خودشان را از ما مطالبه کنه. لذا بنابراین بر همه ما فرض است، نامش مهم نیست، تحت هر نامی که شما میخواهید ما وظیفه داریم یک بار دیگر همه اتحاد و هماهنگی و همدلی خودمون را در سوم ابریل به نمایش بگذاریم و هم علیه تبعیض و بی‌عدالتی و نابرابری فریاد بزنیم. کیس همه ما هم همینه که واقعیت هم همین است.
و غیر از این نیست. من بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر از آقای رضایی و در این قسم از برنامه ما از آقای عیسی که ایشان نویسنده تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی هستند خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارن و ما را از سخنان گوهربارشان مستفید کنند. تشکر. آقای حاضر شما دوستان سخنان شما بازیدی وقت مواجه هستیم اگر که مختصرتر صحبت کنند. تشکر. دوستای عزیز و فکری از من اوضای امروزی هزاره و اوضای هزاره در روزهای سال شهید داشت مثل اوضای کشورهای غربیه در قرن عبده و اوائل قرن عشده بود. در قرن عبده در اروپا یک تا دانشمندا موجود بود که اونا به نام فانکشنالیست ها معروف بود و اونا کاشش این بود که اوضاع موجود را برای مردم تحلیل کنه و توجیه کنه که اگر غریب در نفت پیشرفت جامعه اگر در این صورت بگیره این برای جامعه برای انسجام جامعه بسیار خوب است. اگر ظلم به عدالتیه بخت کنه و اصطلاح و هدف ملی را خدشدار نکنه گفت نزد علیه بادشاه ها و علیه حکمران ها گفت نزد ها و هدف ملی خدشدار نکنه. این اوزاد زمان پیش استاد بزاری قبل است استاد بزاری بود. قبل است استاد بزاری هم بزرگان و سیاست مدارای آسره اوزای که بین در افغانستان حاکم بود کوشش کرد که برای مردم امر توجیه کرد و مردم را بگه که شورش نکرد و مردم هرچی که در نصیبی ممشنه یک مقدار امر قبول کرد و مردم سالهای سال در مقابل هر ظلم و بی عدالتی و تبعیض خاموش و قبول مکرد چون موقعی قدرت نداریم که علیه این خیزش کنیم لحاظا باید خاموش کرد. و در اروپا هم بعد از از فانکشنالیست ها بعد از دانشمند ها یک دوره آمد که مردم به خیلی تصدور است کنند مردم به خیلی عاجز شده بود از این ظلم و بی عدالتی. یک تعداد دانشمند ها که اونا پسند نام کنفلیکت تیورست مشهور شد اونا آمد اوضاع را چلنج داد در اوضاع نگفت دیگر ما ظلم را قبول نمونی دیگر تبعیض را قبول نمونی دیگر بی عدالتی را قبول نمونی و یک تیوری سنایی را میدان آمد تا مردم را قناعت بده مردم را در حرکت پیدا تا مردم علیه ظلم حرکت بده. امروز چی در دنیای سانس چی در دنیای سیاست چی در جامعه شناسی هر تحول هر تغییر هر پیشرفت که بده بعد اولمپو حرکتی کنفلیکت تیوری هم که اما چلنج کرد این که دلائل شما بگید از دازد منطق و فلسفه و تیوری و جامعه شناسی و تیوری های بسیار گوناگون دنیا ها استاد مزاری در تاریخ هزارها اول شخص کنفلیکت تیوریست به جای از اینکه وقت در پیشاور فیصله شد که قسمت هزاره ها را یا بخش هزاره ها را در کابل فیصله بنیم مزاری آمد استاد که دیگر روزا رفت دیگر اجازت از اینکه قدر که قسمت از اون را بیشتر در غیر موجودی رو فیصله کنیم آل دیگر روز هزاره تغییر کرد یک فرهنگ جدیدی مقاومت در بین مردم زنده شد و امروز اینی اولاها اینی فرزندا که در نام جمعی شروع شده یاد موشه فرزندا امزو کنفلیکت تیوری این مزاریه این مزاریه این مزاریه
تاریخ شاید بے خبر از این تاریخ اروپا بوده، اما امین استعداد بهش موجود بوده که باید تخلیق کنه. ما خبرو، ما تاریخ اروپا رو خوانم، ما تاریخ اروپا رو خوانم. اگر یک بگو بیست که ما نخوانم مزه کتاب برای اما مزاری چون در حوزه خانم بود ممکنه از این تاریخ قابلت باشه، اما استعداد چه باید آفرین عمر دو اوغای بسیار سخت شرایط بسیار مشکل یک کنفلیکت یونیت افغانستان رایج دبین ادارا مثلا اذا مقابل تبعیض دیگر نموده دیگر به ادارت را قبول نمود، اما متاسفانه بعد از استاد شهید استی استی رفیقای استاد شهید او کنفلیکت یونیت ترک کرد طرف فانکشنالیز آمد استی استی باز مردم را عادت داد که نه امی کرزی کرد قسمیده شکر بس از پیش کوشش داشت امی که از همه باقیه دیگر خدای خیر بده بس اشفقانی که داد ندارم خب بگیر خدا عدالت صافی و نفعین حالا به زخم زیاد میفته این باز بین مردم یک فانکشنالیزم را مردم را طرف خواب بکنه مردم را طرف به حرکت بکنه و یک از بین مردم یک خواهش بود چون مزاری رو دیده بود چون یک تعداد مردم تک مزاری رو جب های مزاری تربیت شده این مزاری بود می خواستی کاش از این رهبرا باز مثل مزاری در میدان بین و باز در مطابق تک ایس به ادارت یک نابو برن اما ایچ کس نبود هر کس نبود فقط کلو به ادارت بود غلیل توجیه مگرد و برای مردم فقط تنواق مردم رو میبینید که مردم حرکت کرد از بین مردم چون ادعایه بین مردم موجود بود که باید نابوکیم یک حرکت مال از بین مردم با رهبرا خاموش رهبرا فقط سر خم کرده بود مقابل دیکتاتور از بین مردم مال از شکل جنبش تبسم جنبش روشنایی یک حرکت ایجاد این حرکتی که مزاری کرده بود یک کنفلیکت تیوری را پس زنده کرد یک ناگفته را پس بین مردم زنده کرد این روز دور دنام جنبش روشنایی آدمی همون خاطر ما همیشه رو گفت که ادامه دهنده رای مزاری هست ترک شده بود رای مزاری پس در آن رای مزاری زنده است جنبش روشنایی رو دیدیم که تظاهرات ندهی وطن شهید کتن شهید منن نبیلن کسا مثل مزاری رو دونه مثال کامل دقال بکابل گلول باران ای تارت جنبش روشنایی 300 جوان شهید زخمی و حق نداره مردم که دو تظاهرات برو باید جنبشی روشنایی بسیار حکیمانه سیاست مرتقی میده تظاهرات را در خارج از کشور چون توانایی بهترین توانایی از این وقت در خارج از کشور اروپای آسیا مردم توانایی که در لندن بود وظیفه بود انجام اشرف غنی داشت جواد میگه گفت توانایی که در افغانستان بود جواد میگه گفت اولای که در بروکسل بود جواب نگه این مال اشرف غنی میدان کنبرا و آسیدن انتخاب شد این مال مو شروع را برای مبارزه خاصه که مو دو میدان پرید و مو هم تصمیم قاطع داده که انشاءالله مو رو باز نمگه و امو هدف که استاد شهید داشت جو بیش روش بایی داده امو را خب ایرم رسوا مگه امو کنه که در برای جنبه شنید مالی داده امو زمین را برای به عدالت ها و تبیزگر آهات هم کنید واقعا هم کنید به کهی برای این واری باید نمیده که در روز کشت به کهی برای این واری بخیر سه هدف داریم یک هدف ایه که غلی را باید رسوا کنید غلی را باید نشان بدید که در هر جایی که بوری مود مقابلت موجوده و استفاده و نه و در مقابلت مقاومت دوم هدف ایه که مردم آسترالیا و حکومت آسترالیا و جهانیان را پیغام برسانی مسیج بدهی این مرد تزنو تبعیض مونه مهاجر تزنو از دست امنیت امنیت نمید تبعیض مونه مردم مرد جان رسنده مردم مرد تیوزان کش مردم مرد اجازه تجلسه و جلوس نمیده مو مجبوری که این مرد کرد بهش دنیا اصفا کنی و شما باید در حیثیت انسان که کنونشن حقوق بشر امضا کده زمدار مسئولیت داریم که باید علیه از اقدام کریم و سیلو من پیغام از این که مدر کنگرام بری برای مردم و برای مردم لندن برای مردم که در وارسا تظاهرات برای قومایم که در بروکسل تظاهرات قومایم که در این بزن شهید قومایم که در مسلح شهید جمع
که ما اچو قاطی این مال وظیفه از ما یک این مال ما اقتدی در مقابل چه ساده موشیم و مقاوی مرکنیم و انشاءالله ما امیدواریم که در سری اپریل بخیر تمام مومایم و آله یک شن مقدر باره جنبش روشنایی و سیاست های ازی در نظر از من جنبش روشنایی اونج کشم جنبش روشنایی ما خواهش داشتیم که باید اهداف سیاسی بداشت و برای اهداف سیاسی فعالیت خالی نامیده چون که برای فعالی از نو ایی که بخشی حکومت را در حکومت شامل است دینا روز دلائی نمی تنر مقابل اشرف خانی در مقابل تبعیز و به عدالتی اشرف خانی گب زده بکنه لحاظا مردم از خود لازم در یک قدرت دیگه یک قوت بیرد بین مردم که خیزه تا علیه به عدالتی اشرف خانی کار امروز اوضاع افغانستان که مسلمونه پیش از این امریکا و دوستای قدمشته افغانستان به نظر تک تازه میکرد تکیب نداشت این روز افغانستان روسیه هم دارد این روز افغانستان چین هم دارد این روز این غربیات نظر از من لازم داره که سیاست تغییر بدا اونه میشه که بینواری که فقط اشرف غنی را یا کرزای حمایت کنه و او هرچی که ظلم کنه هرچی که نفره کنه دیگه گب ظلم دونه کنه و تمام امکانات دست زمین دزنه او سر هر کسی به ظلم کرد هر کسی که هرچی بخشی در نبخشی احتیاط است. این روز تر نظر از ما اوضاع تغییر کرده و جنبش روشنایی میتونه در این اوضاع سیاسی برای حقوق مردم و خوب برنامه سازی کنه و کارا را پیش کنه. تنها این امنیه در نظر از ما آینده اوضاع افغانستان شاید بین 5-6 سال تغییرهای بسیار اساسی باید. ما فکر کنم که امید که ما میگرنه که طالبان یک شبه از طرف امریکا رفت طرف روس و طالبان روسی بسیار زیاد مشهور شده چون ما این اوضاع ما از پاکستان این اوضاع ما در دقیق مطالعه میکنیم اصلا ایش ادر شده که هندوستان و امریکا بخواهد پاکستان ترجیح بلوچستان بخواهد جدا کنه و پاکستان به طور آخرین چاره وقتی که حکومت هندوستان اعلان کرد که ما بعد از این برای بلوچهای جدایی طلب یک کمپین سیاسی و دیپلماتیک آغاز کنیم امریکا هم این کار را حمایت پاکستان از امریکا خاص که از این کار هندوستان حمایت نکرد برای صالحیت و یک پارچگی پاکستان در مقابل و یک تعداد از سنترهای پاکستان و امریکا را اید اخبارهای پاکستان تلویزیون پاکستان ثبت کنه از امریکا خاص اگر در این مورد تو از پاکستان حمایت نکنی از این حمایت نکنی ما مجبوری که طرف روس کنیم دوستی که درو شروع امی که در نظر ما دو سفر پاکستان از طرف امریکا جواب مثبت داشتنی اما به طور آخرین حرف در نظر ما طالبان از روس جور کرد امزو ما میگنی که روس طالبان که تا چند دل پیش یک ماه پیش دو ماه پیش سرسخت دشمنی هم دیگر بود یک دم جور شد متحد جور کرد و این روز برای امریکا و افغانستان یک مشکل جور و ما فکر کنم که پاکستان ای آخرین زور شدی در اون میزنه ممکن است در 5 سال آینده پاکستان تجزیه شد بلوچستان آزاد شد و ای آزادی بلوچستان و تجزیه پاکستان خط مرز جیورند از بین مو و پشتونای پاکستان و پشتونای افغانستان یک مشکل یک کشور جور ممکن است اونا اشرف غنی و کرزای اینا یک پشتونستان بزرگ در نظر داشته باشه چون مرز از بین مره پاکستان دیگه از بین مره بلوچستان و پشتونستان آزاد میشه و اینجی برای غزره و برای غیر
پشتون یک کلانترین سوال خواهد بود که پشتونایی که تقریبا 30 میلیون دیگه اگر باید پشتونای افغانستان زمین مشکنه این اکثریت پاتر پشتون و تمام چاره امیه که باید یک مرز جدید تشکیل شد و فکر کنم که کشورهای کلانم در این صدد است وقت پاکستان تجزیه شد به نظر ما امکان تجزیه افغانستان باید شاید افغانستان شما نجرم شدون پشتون رو بیر پشتون شدون و امریکا به نظر من ما در پاکستان بودم یک از سنیترهای بلوچ ای اتا پیش از سقوط بامیان بودم از سنیترهای بلوچ از دنه اما پیش از مو سناو نام بلوچ کچای کس بلوچ این میشناسن اما افماس سنیتر بود افماس جرمنی هم بودم در جرمنی بایدی حکومت داران جرمنی جب زده بودم که مو به خواهی افغانستان تجزیه این در سالای 1998-99 میخواده بودم مو می خواهی افغانستان تجزیه کنیم او بلوچ که هست نموز ازاره ها خواهیش نمید برای گفت که پیامش برده استاد خلیلی بیستن و از ما استاد خلیلی در بامیان بود که بلوچ ها مو نمی خواهی که پشتونا بود مو می خواهی که در ازاره ها بود و همون جنگ نقشه در دیوان نقشه افغانستان زدیم راست باجه گفت که بلوچ ها اگر اگر جایشون نمیستی کون بریدی اونجا بلوچ ها در امروز سرا کمن بعد از ازاره جان خلاش دمونا گفت که کون بریدی اونجا بسیار بود او دیدیش جمع بکنه افغانستان و ما در یاد ما یک دلیل دیگه ایست که رمزفیلد وزیر خارجه امریکا در روزهای اولی که وقتی طالبان شکست داد گفت اگر مشکل طالبان رو حل نکنی بالاخره پاکستان رو در منطقه پشتون رو در پشتون تقسیم و حتی وقتی امریکا در افغانستان اومدن مطابق کرزی فهیم و تاجیکار پیشکش کرده بودن به حال افغانستان پشتون رو در پشتون تقسیم فهیم منکر اتا احمد شاه مسعود را فرم پیش کرده این پروپوزل بلی میزا است و این آغاز که نظر از پاکستان خاطر است پاکستان تا جمع شو بین پیش سال دا سال بعد از نوبه در بار این موقع ما دادمی برق برقنی ما دادمی جای جایدات کنی فقط ما برای پاکستان دا سال آینده فکرم که این مردم تا قیامت زیر بار این مردم قتل عام نشد این مردم به خیز بین نه هم دو خاطر ما ذات دار جنبش روش خواهی که یک جنبش که رهبری شی ندیس تحصیل کرده ها که ای دوباره مفهم و ای دوباره خانده و ای دوباره میتنن با دیگر کشورها رسانده بدن گفن و جهانیان ای افراد رو میشناسن لحجهش میشناسن منطق شی مفهم قیافهش قبول دارن لحاظ اینا بهترین نفرایی که میتنه برای ازاره ها در آینده یک سروت و یک سروایه سرد و بهترین کلانترین کارار انجام بود در امید امون روزا و ازاره هایی که در خارج از کشور این مردم هایی که سوال هم لکی آزار اگر در اینج بیرو که این هو شما هم فامن چون بیشه یا افغانستان بشین رو در سیوه والا را اروپا والا را غرز نگه ما هم اون ایک وقتا امین دستی که مهمده مو میگرید و چای مخ بیخ دیلچ جمع بشید در افغانستان پاکستان بسکوشت این بار که مو ایک پاک استه یک مقدار خدمت کنی کار کنی و در نظر از من اگر هم یک آین نسلای آین دشمو آزره بمونه مسلمان بمونه پر همیشه زیاد شده این رابطه خارج و افغانستان و پاکستان رو منتده که تنالت انمیه که شما رو کمک کنم و ریفرش کنم اینجا مو زبان از تسلید فرهنگ از تسلید این او روز که ما امزون جمعه اگر فرهنگ ما زبان ما از افغانستان و پاکستان رو لحاظا مو ام به منافع از مو ام به منافع برادران در افغانستان که باید مو هم دست و هم کار و یک جان تشکر تمام با تشکر فراوان از آقای اسفار که با سخنان گوهربارشان خصوصا در این شرایط حساس که ما قرار داریم سخنان گوهربارشان ما را مستقی ساختن و ما امیدوار هستیم که جوانها در آینده همچون جوانهایی داشته باشیم با همچون آگاهی و در و در این قسمت برنامه از خانم رازیه علی خواهش میکنیم که روی استیج تشریف آورده و شعر را که تهیه دیدن با ما و شما شنید Thank you.
سلام و درود. First, I wish to acknowledge the true ownership and custodians of the land on which we are gathered today. I pay my respect to their elders, past, present, and future generations. قد اشير از بانو سیما موریس به بخواهم برای شما بکنم. ده مزنگ اکنون صدای آشناست، ده مزنگ اکنون صدای آشناست، قتل عام عاشقان از فتنه هاست. قطعه قطعه شد مرا یاس سپید، جوی خون از ده مزنگ ما کشید، فصل دیگر در دل اندیشه هاست، فصل دیگر در دل اندیشه هاست، بادها و امتحان ریشه هاست. شعر دومی. دو همزاد و دو همدردی عاشق، چم سنگری بلخی و خالق، زبان مردم پردرد ریشه، زبان مردم پردرد عاشق. گه غمنامه عذرا سراییم، گه غمنامه ها از عشق وامق، تمام آرزو را سر بریدم، تمام آرزو را سر بریدم به فتوای همین گرگان فاسق. وطن را پاره کرده هر کسان باز، دهل شد کوک دست ناکسان باز، شده خون فرش رنگین من و تو، شده خون فرش رنگین من و تو، هزاره جرم سنگین من و تو. اگر تقدیر ما شمشیر کین است، اگر تقدیر ما شمشیر کین است، هزاره سربدار آخرین است. دلم صد پاره از جرم خودی هاست، دلم صد پاره از جرم خودی هاست، بگویم هم وطن دشمن همینجاست. مرا زخمیست زخم تیغ از پشت، همان تیغی که ناگه عشق را کشت. من و تو نسل درد و نسل حابل، من و تو باز قربانی قابل. خدا را دل شکسته خسته باشیم، خدا را دل شکسته خسته باشیم، صدام کینه ها کی رسته باشیم. جواب صلح ما را مرگ دادن، جواب صلح ما را مرگ دادن، نگو دستور قتل از ارگ دادن. من و تو نسل درد و نسل فریاد، من و تو نسل درد و نسل فریاد، من و تو رعد و برق و آتش و باد. ذکور بینشان ها احوال گیریم، نشان از پیر یا اطفال گیریم، نشان از پیر یا اطفال گیریم. کجا شد سرزمین من شکوهش، مرا سهم از سهم از دشت و کوهش. شده خون فرش رنگین من و تو، شده خون فرش رنگین من و تو، هزاره جرم سنگین من و تو. اگر تقدیر ما شمشیر کین است، هزاره سربدار آخرین است. با تشکر فراوان از خانم راضی علی و حال توجه شما را جلب می‌کنیم و تماشای ویدیوی کوتاه از تاریخچه با وجود آمدن جنبش روشنایی و همچنان کارکردهایی که جنبش روشنایی در یک سال داشته اپیاد ویدیوی کوتاه هستم و بعد هم صحبت‌های محترم داود ناجی عضو شورای عالی مردمی و سفیر جنبش روشنایی را در برنامه شب با خود داریم که البته ایشان آمدند تا آخرین تحولات و کارکردهای جنبش روشنایی و موازی اکتار مختلف جریان‌های سیاسی و اجتماعی را برای هزاره های بکن استرالیا تشریح بدن یا بازگو بکنن.
هزارها تهدید کننده به همین دلیل بود که آتشی را در کابینه افغانستان در 11 سور 1395 خورشیدی تصمیم گرفت مسیر انتقال لین 500 کیلووت ترکمنستان را از مسیر بامیان میدان وردک به مسیر سالنگ تغییر دهد. این تصمیم هیچ دلیل اقتصادی روحانی نداشت. یک تصمیم دقیقاً سیاسی بود که با اجرای آن مناطق مرکزی و هزارههای افغانستان همانگونه که از شبکه هم‌النقل خارج شده بودند از شبکه ملی انرژی نیز خارج شد. این تصمیم برای آینده اقتصاد افغانستان زیانبار بود و برای هزارها تهدید کننده به همین دلیل بود که آتشی را در باروت انبار شده یه اعتراض هزارها که سالها به دلایل مختلفی انباشته شده بود زد. هزارها در سالهای گذشته به صورت هدفمند و متواتر گروگان گرفته می شدند. هزارها به صورت هدفمند و سیستماتیک از ادارات مناسب حکومتی دور نگهداشته شدند. در حالی که در توافقنامه سیاسی بن تصریح شده است که هزارها باید 20% درصد و زیر قدرت سیاسی سهمی باشند، اما در عمل چیزی در حدود 4% هم. حکومت افغانستان در این زمینه حتی جامعه جهانی را اخفال کرده و هر دو هزارها از عدم حضورشان در حکومت و ایمان تردیس شکایت میکنند، آنها با اشاره به پست‌های سیاسی مانند معاملت ریاست جمهوری و معاملت ریاست اجرائیه عدالت سیاسی را مثال داده و از عدالت اجتماع متفکر می‌دارند. هزارها آگاهانه و سنجیده شده از کمک‌هایی که برای بازسازی افغانستان سرازیر شده بود محروم نگه داشته شدند. مثلا پروژه سرک گردن دیوار به عنوان مهمترین پروژه ملی که طرح آن در زمان داروخان نهایی شده و شرق و غرب افغانستان را از مسیر امن و کوتاه مناطق مرکزی وصل میکند جدی گرفته میشد. سرک شمال و جنوب که باز هم از مناطق مرکزی عبور میکند و شمال و جنوب کشور را از مسیر امن و کوتاه هم وصل میکند و افغانستان را در عمل قادر میسازد تا مهمترین چهارگاه ترانزیت آسیای میانه و جنوب آسیا باشد. هر سال به یک بهانه به تأخیر افتاده است. این فقط دو نمونه است از ناروا‌داری و ستم سیستماتیک که بر هزارها اعمال شده است. معترضان در مسجد باقرالعلوم جمع و به روزها جلسه کردند و سرانجام تصمیم به اعتراض خیابانی گرفتند. چنین بود که جنبش روشنایی به صورت خود پشت مردم شهر بود. در 27 سرم افغانستان شاهد بزرگترین و مدنیترین جنبش روشنایی بود. در 27 سال افغانستان شاهد بزرگترین و مدنی‌ترین جنبشی بود که در تاریخ این کشور نظیر نداشته است. صدها هزار شهروند برای تأمین خواست و مطالبه شهروندی بسیار مشخصی به خیابان آمدند. حکومت اما تمام شهر را با کانتینر بست و امنیت مقام‌های حکومتی را تأمین کرد. هزارات جنبش روشنایی تنها در کابل پایتخت منحصر نماند، بلکه دامنه آن به ولایات دیگر و نیز کشورهای دیگر کشیده شد. بامیان، دایکندی، رزمین، بلخ، هرات، اتریش، لندن، استرالیا، نروژ، سویدن، ایتالیا، واشنگتن، کانادا و بسیار شهرها و کشورهای دیگر. شماری از رهبران سیاسی هزاره از صف جنبش جدا شدند و با حکومت مذاکره کردند. نتیجه مذاکرات آن چیزی نبود که مردم معترض را قانع کند و حالا که ماهها از آن توافق میگذرد دیگر میشود که حکومت یک از قولهای آن که داده بود
تمامی کرد و آشکارا فرو در دوم عصر بار دیگر مردم معترض به خیابان آمدند. این بار هیچ یک از رهبران سنتی هزاره معترضان عمدتاً جرام تحصیل کرده را همراهی نمی‌کرد. حکومت بار دیگر تمامی شهر را کانتینر گذاشت، اما برای تأمین امنیت هزاران هزار مرد و زن که به خیابان ریخته بودند چیز کمتر از 100 نفر پلیس گماشته نشد. در نیمه روز دوم عصر تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز جنبش روشنایی به خود کشیده شد و 85 جوان که دانشجو، لیسانس، ماستر و چند تن هم مدرک دکترا داشتند در میان آنها بود شهید شدند و 430 تن جراحت داشت. حکومت وحدت ملی کمیسیون را برای حقیقت یابی تشکیل داد، اما این کمیسیون هنوز که 4 ماه از این حادثه می‌گذرد نتایجش را منتشر نکرد. جنبش روشنایی معتقد است که حکومت و مسئولان نیروهای امنیتی مقصر اصلی این حادثه اند. جنبش اسنادی را در دست دارد که حاضر است آن را در اختیار نهادهای بی‌طرف که در پی حقیقت یابی باشند قرار دهد. این بار نیز حکومت وحدت ملی حاضر نشد و مطالبه شهروندان معترض پاسخ دهد و به رغم شهادت 80 نفر و مجروح شدن 430 نفر هیچ پاسخ مثبتی نداد، در حالی که ما شاهد بودیم که قانون ثبت احوال نفوس به رغم تصویب در مجلس شورای ملی و توشیح رئیس جمهور در نتیجه اعتراض چند صد نفر تغییر. جنبش روشنایی ما به رغم اینکه بهترین نیروهای خود را از دست داده بود برای پیگیری مطالبات خود مسلمانتر شد، بارها با آدرسهای سیاسی و دیپلماتیک مراجعه کرد، خواستها و مطالبات خود را توضیح داد، اما شاهد هیچ نوع همکاری و مداخله مثبتی که به حل این بحران اجتماعی و ملی کمک کند نبود. بار دیگر جنبش روشنایی اعلام کرد که در ششم میزان به خیابان خواهد آمد. حکومت وحدت ملی 24 ساعت قبل از روز موعود در نتیجه پادرمیانی شماری از نهادهای مدنی، کمیسیون حقوق بشر و یوناما حاضر شد باب مذاکره با جنبش روشنایی را باز کند، اما وقتی جنبش روشنایی تظاهرات ششم میزان را لغو کرد حکومت بار دیگر به وعده خود عمل نکرد و مذاکرات میان جنبش روشنایی و حکومت افغانستان اصلا آغاز حالا 8 ماه از آغاز شکل‌گیری جنبش روشنایی و طرح یک مطالبه مشخصی که این جنبش دارد می‌گذرد. جنبش روشنایی مسلمان‌تر از پیش است. شوراهای عالی مردمی جنبش روشنایی در ولایات مختلف و نیز کشورهای دیگر ایجاد شده است و یا در حال ایجاد شده است. ما باور داریم که ادامه این جنبش خشونت پرهیز و مدنی می‌تواند سرآغاز تغییر اساسی و بنیادی در حرکت سیاسی و فعالیت‌های مدنی در کشور باشد. رنج افغان‌ها و بحران‌های پیهم ملی که در تاریخ معاصر این کشور بار بار تکرار شده است ریشه در خشونت مداوم و توسل نیروهای سیاسی به خشونت دارد. ما مصمم هستیم به این فرهنگ غلط نقطه پایان بگذاریم. جنبش روشنایی در فاز جدید مبارزاتی خود با تأکید بر اصل دموکراسی، حقوق شهروندی، پرهیز از خشونت آماده شده است تا به نافرمانی مدنی دست بزند و توسل به هر اقدام مدنی و عاری از خشونت را که ممکن باشد برای بلند کردن صدای اعتراض و رسیدن به مطالبات در حقش برای خود محفوظ می‌دارد. نام شکوه مند عدالت هزاره است.
گام جاده سفر هست میروی تاریخ را شکستن و عزم دوباره است. از شب مترس هموطنم بیشتر برای، از شب مترس هموطنم بیشتر برای، وقت زمین دایی دار ستاره است. در پشت ارد با قلم خون نوشته ای نام شکوهمند عدالت هزاره است، نام شکوهمند عدالت هزاره است. و آقای راجی ما به سبانه منتظر از سنه که حرفا شما رو بشنیم و شما خواهش میکنید روی سیش بشید بره شکر. با عرض سلام خدمت یکایک شما با استفاده از فرصت سال نوی خورشید دهم به شما تبریک میگم. امیدوار هستم در کنار خانواده و دوستان سال خوش و پر از موفقیتی داشته باشید. خوشحالم که بار دیگر در جمع شما هستم و در فرصت کوتاهی همان گونه که گفتم مرور میکنیم در اینکه از کجا شروع شد، چه کردیم، نتیجه داشت یا نداشت، چه اتفاقها افتاد، الان کجا هستیم، خطرات چیست، به کدام سو میرویم. سخنان را در مورد سرتاج مبارزان عدالت خواهی افغانستان استاد عبدالعلی نظری تکرار نمی کنم. در جلسات قبلی گفتم و شما هم شنیدید و نکات بسیار خوبی به همین روز دوستان دانشمند بزرگوار جناب آقای نثار و جناب آقای رضایی عزیز فرمودند. ما در مورد پیشوا فقط به همین نقطه اشاره میکنیم که برای ما به نسیم بهار میمانست، به دم ذوالفقار میمانست. هر دوش هم روح بخش و زندگی بخش مثل نسیم بهار، هم اعتماد و اقتدار و قدرت میدارد مثل دم ذوالفقار. رفت اما مسئولیتش رو بسیار به نحو احسن انجام داد و امروز شما نسل بمیدید که مطالبه‌گرم، حق طلبم، جسارت دارم و اعتماد به نفس و این محصول عرق ریزی ها و ایستادگی های سه ساله بود در برابر ستم و دیکتاتوری و ایستادنش زیر باران گلوله و مقاومتش در مقابل خنجر و خیانت و دسیسه. مزاری که سه سال زیگه داران گلوله و خنجره آخ نگفت اما پس از شاید سخت نیست و همونجا بود که گفت روشیار کسی با سرنوشت شما معامله. رفت ولی تمامی جاده را علامت گذاری کرد، نشانه های خطر را گذاشت، نشانه های راه نمایی را گذاشت. از کجا بچرخیم، چطور بریم، با چه شیم، با چه خطرهایی با می کنیم. گفت در سیاست و
سرنوشت مسئله عاشقه نیست، عاشق قیافه کسی نیست، با هیچ کسی هم دشمنی نداره، معیار حق نیست. گفت خوش وقت ملی رو در افغانستان یک اصل میبرن با بلا خواست رو تقاهی به معنای دشمنی با کسی نیست. در هر عرصه، در تمامی مواد، درهای در نامه های کنید، اما در این قدر در افغانستان در زمانش درد نکرد، در حتی جامعه این همتا بود درد نکرد، تنهایش کنید. و اما هرگز قبول نداریم و منصفانه نیست که هزاره قبل از بود و هزاره بعد از بود را مساوی بدانند. آقای بسیار بسیار با جزئیات بیان کنند که هزاره قبل از مداری معترض نبود، چیزی نمیخواست، خان و هزاره بعد از مداری مشارکت جدی در قدرت سیاسی میخواید و حق تصمیم گیری در کل سرنوشت ملی رو میخواهد. خب از ادامه حرفهای آقای بسیار شروع میکنم که وضعیت پس از آن که جامعه بین المللی برای شکست امارت اسلامی طالبان وارد عمل شدند و اون نظام سیاه و تاریک برچیدند، افغانها در قلب گرده هم آمدند و زیر نظر جامعه بین المللی توافق تاریخی را امضا کردند که بر اساس آن توافق تاریخی بنیاد افغانستان جدید گذاشتند. آنچه در توافق بون مهم است پذیرفتن رگه اصلی منازعه هم از طرف افغان ها و هم از طرف جامعه بین المللی. منازعه که پیش از اون همیشه انکار و سرانجام در اون قبول شد که جنجال و کانفلیکت و رگه اصلی منازعه در افغانستان مسئله قومیت و سهم افغان در قدرت سیاسی است و این باید نوشته شود و مشخص شد. نوشته شد و مشخص شد و سهم مردم ما 20% شد. 20% در تمامی سکوت به همه خاطر که در آغاز حکومت آقای کرزی در دوره حکومت موقت ما دو تا معاون رئیس جمهور داشتیم، دکتر سیما سمن و جناب آقای محقق. خب این روند ادامه یافت، اما آنچه که در اون توافق شده بود در مورد مردم ما عملی نشد. ولی مردم آهسته آهسته با استفاده از امنیت و ثبات و امکانات نسبی که در افغانستان به وجود آمده بود خود با قدرت و انرژی خود بدون امکانات دولتی شروع کردن با حرکت به پیش. زیر درخت دست خواندن، زیر خیمه دست خواندن، شب نگفتن، روز نگفتن، چهار صبح در کلاس درس رفتن، تا 11 شب در کلاس درس نشستن، از نان شکم خود زدن و فیس فرزندان خود افزودن، دختران خود از مکتب فرستادن، بچه های خود از مکتب فرستادن، مهاجران کسانی که در خیمون رفتن، خانواده هایش کمک کردن، خانواده های فقیر را کمک کردن که اینها بتوانند تحصیل بکنند و خود را به قول آقای رضایی و سلاح مدرن امروز یعنی علم و دانش مسلح کنند و مسلح کردن. این روند ثمر همان گونه که میدانید اصلا در مجموع حرکت هزاره ها رو به جلو از زمان شروع میشه که در افغانستان چیزی به نام حکومت و دولت از بین
پس از داوودخان وقتی در رژیم کمونیستی به قدرت رسید در 1357 پس از مدت زمان هزارها مناطق را آزاد کرد. دیگه اون حکومت حکومت بود، نه کسی به کسی ترس میداد، نه حکومت که ارائه خدمات کنه، اما فقط استبداد بود، فقط موانع برداشت. مردم به پای خود حرکت کردن، حرکت ما از اونجا شد. یعنی همیشه حکومت ها و دولت ها در افغانستان برای هزارها نه فقط چیزی ندادن که وجودش هم مثلا مانع شر. پس از داوود خان و پس از بی حکومتی و بی دولتی است در هزارها که آهنگ پشت هزارها شروع میشه. مکتب سازی مردم با خود، با بازی خود مکتب ساختن. درخت خود زدن، آوردن سخت و چوبش کردن، گندم خود رو معلم دادن، ماش معلم رو تأمین کردن. درست دادن خود من دو سال در جاهوری درست دادن که ماش رو مردم دادن. و زمان البته که حکومت طالبان بودن ماش نمیداد که روزگار معلم بشه. پس از او هم مردم خود در مؤسسات خصوصی که خودش هم اتفاق کرده، با پول خودش، با امکانات خودش رشد کرد تا افغانستان بسازد، سیاست را انسانی کنند، روابط مدرن کرد، انسانی تر شد. اما وقتی اینها درست خواندن با آماده شدن، راه برای استخدام اینها در ادارات دولتی بسته شد. در تمام این مدت در جغرافیای عظیم غنام هزارستان یک پروژه جدی که برای مردم ما کار بیاره، ثروت بیاره، اشتغال دائمی بیاره ایجاد میشه. یک پروژه برای مردم ما رفاه بیاره ایجاد میشه. وقتی نوبت اجرای اولین پروژه رسید که او برای مردم ما شغل و توسعه و پول و ثروت می‌آورد و برای افغانستان هم می‌آورد، استاد قطعش. با این تصور که هزاره هنوز همه هزاره است، نه بودجه را می‌فهمند، نه پروژه را می‌فهمند، نه قرارداد را می‌فهمند، نه از چیزها خبر می‌دهند، و این از این طرف می‌آورد، او چی می‌فهمند؟ فکر میکنه هر چیز این برخص از مساله میگه. اما خبر نبود که ما هزاره ای داریم او قدر سواد داشته باشد کمپنی کشنه را بشناسه و تمام اسناد مداره که مو با اون مطالعه. همین بود که اعتمادی که به نظام کرده بود، حمایتی که از نظام سیاسی افغانستان کرده بود، در نتیجه هیچ دستاورد همچنان در موقع سه نداشتیم. کسانی که از آدرس سیاسی ما در این مدت نمایندگی میکردن یا فهم درست نداشتن یا چشم پوشی کرد. به هر حال به دلیل اینکه ما به صورت نظاممند و تاریخی از قدرت سیاسی دور بودیم، در آغاز منصفانه ترش این است که فهم خود ما هم از قدرت و سیاست فهم بسیار عینی و واقعی نانه نبود. از قدرت سیاسی فقط وزارت می‌فهمیدیم و فکر می‌کردیم ما در وزارت خانه باشیم دیگه درست. در وزارت خانه رفت هزاره وزیر بود، اما تنها تفاوتی که داشت این بود که حداقل از خوابگاه مترهای وزاره غیر هزاره آرام وزیرهای هر هزاره خوابگاه مترش شد. در الان در تمام چهار اعصاب گذشته وزیر فواید عامه امور سرکسازی مردم توشست هزاره بود.
اما تنها جایی که سرک ساخته می شده هزار جمع. نحوه تلویدن و مطالبه رو درست نمی فهمید، درست طرح نمی شد از طرف سیاست مداران ما. و عبارت دیگر این نوع طرح مطالبه منافع آنها رو تأمین وزارت می خواستن، حکومت هم وزارت رو می داد. دوستی را نور چشمی را و خبی را پسر را یازنه را خسربره را بر آنجا میریم تمام چیز را نمیخواستن که در صورت برای آورده شدن به همه برست. به این دلیل است که این بار در جنبش روشنایی یکی از تغییرات اساسی همین چیز را میطلبیم که در صورت گرفتن در جیب هیچ فرق جایی نیست، به خیرش به همه برست. سرک وقتی ساخته شد همه ازش شد، بعد وقتی آمد برای همه میاد. کار اشتباه درست سهم بزرگتر و بیشتر در بدنه رقم درشت بودجه، ولی که مشارکت سیاسی جدی هم میخواییم، ولی که در کابینه هم میخواییم حضور جدی و فعال داشته باشیم، ولی که باید بدون ما کسی تصمیم های کلام سیاسی رو گرفته نکنه. اما این کل ماجرا رو باید باشه. ما از این پس باید خدمات ببریم. به مردم بفهمونیم که از همه قدر ملی بسی که به شاه کابل میگرده یک تعدادش سهم برفی هم میشه. و مردم بفهمانیم که همه 2 میلیون از دیگرهاش چیه؟ حالا دای کنتی دوره بسنم، ولی به مردم بفهمانیم که نزدیک به 2 میلیون جمعیت دشتی و چی حده اقل یک شفاقه هم حده حده اقل جاده هایش کام کنید شدن و سینه شدن حده. اما مایی که رعی میتیم، مالی میتیم، نظام حکوم، نظام حمایت میکنیم، چرا از مجموع امکانات و خدمات دولت در خود کابل پایتخت مردم امنیت دکان و خانه خود با چوکیدار می‌کنند؟ پس پلیس برای چیست؟ برای کیست؟ چرا با اندازه کافی پلیس وجود ندارد؟ متاسفانه در این اواخر هر کجا در غرب کابل ناامنی و دوستی اینا خیلی زیاد شد. وقتی میرن مراجعه میکنن میگن والله ما اینجا 16 نفر پلیس داره که می سرک می گیره این همه چیز. این یعنی که 16 نفر پلیس داره؟ چرا 160 نفر نداره؟ چرا 160 تا رنجر اینجا نیست داره تقریم 2 میلیون آدم؟ خب جنبش روشنایی یکی از کارهایی که کرد این که مردم یا اتفاقی که در جنبش روشنایی افتاد این بود که مردم از این پس درست به طلب مطالبه درست مطرح شد. ما خدمات میخواهیم. وظیفه حکومت ارائه خدمات به مردم است و ما بخشی از شهروندان افغانستان نباید از ارائه خدمات حکومت محروم بشیم. این حق است. دوم، عدالت اجتماعی چیزی است، مشارکت سیاسی چیز دیگری است. در گذشته هر بار ما از عدالت اجتماعی داد زدیم که بگه عدالت اجتماعی است، اونها مشارکت سیاسی رو مثال دارند. ما میگیم عدالت اجتماعی نیست، به شما قانون رئیس جمهور داد. یعنی چی؟ ما میگیم عدالت اجتماعی نیست، بودجه مثلا تقسیم نمیشه، پلیس امنیت کل میگیره، یک چیز نمیگیره، تعداد کسانی که استخدام میشن در اساس استثنایی و لیاقت نیست. میگه شما همانه ریاست اجرایی هم اون یه مثلا اتفاقا وقتی ما بگیم که چرا خدمات نیست، همه معامل رئیس جمهور رو میگیم و باید بگیم چون ما از پکیج بسته و نام حکومت خدمات رو بگیم. یعنی چی که وقتی میگم در لحظه چرا ارائه خدمات رو هم میشه، چون میگید معامل رئیس جمهور از شماست. خب من هم معامل رئیس جمهور رو میگم چرا خدمات رو هم. ما شهروند رو خوب حاکم
او در خوبه مجری است، وزیده شد خلط مبحث بودن همیشه. حتی در اوائل جامعه جهان وقتی تو آمریکایی ها صحبت میکرد اینجا تقریب سیستماتیک هست بود، یعنی چی؟ یه معامل جمهور پسکی است تا توضیح بتی که این رئیس معامل رئیس جمهور باید یک ذره برکت هم بیاره، یک ذره خیر، یک ذره رفاق، یک ذره آسایش، یک خانه هم بیاره. در غیر از صورت تنها خواب آدمیترش که تبرک نیست در سر صورت مرچی. همین بود که همه این وضعیت همین برداره، همه میدیدن که از پل سوخته، از چوک رهبر شهید تا قلعه نو رفتن اکثر تان کابل بودید، همه روزها سه ساعت در ترافیک برمیدن، سه ساعت چندایی در سوخت در شهر. همه وقتی یک قطعه باران میبارید در لای مرچی گور میشوند. همه این نابرابری ها بودند ولی صدای برای اعتراض نبود. داشتیم خو میگرفتیم و دست درجه دور بودند، داشتیم عادت میکردیم و فرو دست بودند، فکر میکردیم سهم ما هم زاغنشی نیست، بیشتر از این چیز. اما جنبش روشنایی آمد، صدای را بلند کرد و خون تازه در رگ کرخت شده ما دمید. این بیداری و این دمیدن خون تازه چنان قدرت من که هیچ کسی در هیچ کجای ازش محروم نبود. از آکلند و کریسچارچ و نیوزیلند بگیر تا ونکوور کانادا، همه به هم دیگر رسیدن، کنکت شدن، همه سهم گرفتن، همه همسفا شدن. پیش از اون شما در نکشور زندگی میکردن، چقدر به سر نوشت جنب فکر میکردن، چقدر باور داشت که شما میتوانید مؤثر باشید، کاری از دست شما برمیاد، بله شما میتوانید، چقدر چنین فکر میکرد؟ همه فکر این بود که ما با این جامده نمید دور افتاده که کار از دست ما بنده اونجا مردم نمیتوانه. حالا سهم فردی اگر شد دیوان خانواده یا چیزی را کسی را کمک بیشتر از این که نمیشه، ولی این سجام بود حرکت جمعی نبود. از آغاز جنبش روشنایی تا حال در سراسر جهان حساب کردید چند بار با هم در چیچین تالارهای جمع بودیم و قصه کردیم و سرنوشت؟ مگر چنین هیجان، چنین شوری، چنین حرکتی، چنین نیرویی تبسط بود؟ وضعیت که همچنان بر کلان هست. گر در هشت ماه جنبش روشنایی اولین کاری که کرده در میدن خون تازه در تن کرخت خسته از تبعیض هزاران بوده است. دوم، اتفاق دومی که در این هشت ماه افتاد این بود که ما از یأس و ناامیدی به یک خودباوری رسیدیم و این خودباوری بخصوص بعد از دوم اثر بیشتر شد. پس از آن که جنبش روشنایی آن ضربه یک کمرشکن مهلک خورد، باور همه این بود که جنبش نمید دیگه کسی جمع نمید، دیگه مدار کسی رو سرک نمید، دیگه عدالتقایی مدالتقایی نمید رو واقعا در حسن دید. برای اینکه هم به لحاظ تعداد زیاد بودن و هم جدی تلیم جدی کردن کسایی که در تمام شبهای روشنایی و چای انتظامات و چای تدارکات و چای فرهنگی هر کدامش چی داشتن رفت، اما جون
مش تونست قلب راست مجروحان رو متداوی کرد. در شب قبل از 13 اکثر بچه‌هایی که گزمه میکردن و امنیت مسلح را گرفته بودن مجروحان رو دیگر مکنم کنست خانمدار شهدا و دیدی دیگر یکی از نخستین کسانی که در روز 13 اهود در مسلح آمد یکی از مادرهای شهیدان نام بود در کسایی که ما به این خود باوری رسیدیم که بله میتونیم از لحاظ تعداد زیاد از لحاظ ظرفیت و توانایی نسبت به گذشته ما بی سابقه هیچ وقت هزاره این همه ظرفیت نیروی انسانی نداشته هیچ وقت اینقدر هزاره در سراسر دانشگاه های جهان درس نمیدن هیچ وقت هزاره این میزان از زنان و دکتران با سواد نداشته و این خودش ظرفیت همین که ظرفیت رو دیدیم، توانایی رو دیدیم، خب باور کردیم. ویدیوهایی که منتشر شد، شما دیدید، اوه، در اتریش چقدر بودیم؟ بله، اونها شما رو دیدیم. هر دوی ما لندن بودیم، منکوور رو دیدیم، اینجا و اینجا. داخل، بیرون رو دیدیم، بیرون داخل، مقاومت رو دیدیم، ایستادگی رو دیدیم. هر اتفاق کردیم. تأثیرات این تقابل خودش داره اتفاق سرمی که افتاد این است که کم کم داریم پیدا میکنیم راه های مؤثر مبارزه میکنیم در آغاز صدا تنها در مسلح در غرب کابل امروز صدا در تمام جهان دوم در آغاز صدا فقط تظاهرات سخنرانی امروز لابی و مذاکره هست دیدن مقامات هم آسان درهای پارلمان ها را کم کم داریم باز نهادهای مدافع حقوق بشر رو داریم پیدا می‌کنیم از این پس نامه و پتیشن و شکایت نامه و لابیه در سطوح مختلف هم شروع شده و شروع میشه یک نمونش سیدن پارلمان سیدن بر اساس ادعاهای ما نماینده حکومت دولت افغانستان را احضار خود رئیس کمیته سیدن برای افغانستان احضار سند خواست فرستاد و سیدنی ترجمه شد در اختیار گروه خاص پارلمانی سیدن قرار داده شد و نماینده حکومت افغانستان در پارلمان سیدن احضار شد که چرا کمک های مواصلت ترجمه از مصرف میشه پس فردا همین کار در همین پارلمان میشه و همت شما هست که داره کار بسیار سخت است آمریکا دپارتمنت حقوق بشرش وزارت خارجش آمد و در گزارش سالانه خود پذیرفت که یا نوشت هزارها به صورت سیستماتیک مورد تعویض مشخص هم افسرها و سربازهایش به مناطق خطر فرستاده میشه و این طرف در مقام های امنیتی به خصوص در پلیس در جاهای سمبولیک مورد میشه از هزارها مالیات اضافی گرفته میشه این گزارش رو بشر آمده به صورت هدفمند خطاب به صورت نظاممند کشته بشه در خطر
در استخدام دولت در ادارات دولتی علیه تبعیض روا داشته. این یعنی صدا داره میرسه. و این بار چند روز، چند هفته پس از انتشار این گزارش، نماینده جنبش دارد رئیس کمیسیون را که گزارش را تهیه کرده میبینیم. سناتورهای دیگر داره میبینیم. دیروز همینجا در جیلان رفت یک نماینده ارشد حزب کارگر را دیدیم. در یکم اپریل دوباره تعداد بیشتر را میبینیم. هر زمان سند را کرد، قول قرارهای ادارهای بعدی را گذاشتیم. همین گونه در کشورهای مختلف. چند هفته پیش، چند روز پیش 189 شاعر معتبر جهان نامه سرگشاده نوشتند و دولت‌های خود به سازمان ملل متحد و خطاب به جامعه هزاره شاید باشه که این نامه ترجمه هایش هم در بعض از سایت ها از جمله هزاره اینترنشنال گذاشته شده، متن انگلیسی شده. گفتن صدای شما را شنیدیم و با شما هستیم و جهان امروز جهان علمی آدم هست. اینها تأثیر دارند. چهار بایش از همین استرالیا است، از شناخته‌ترین شاعران این مملکت. پس از 8 ماه صدایی که از باقر القرون و از مصلا بلند میشه تبدیل میشه به نامه سرگشاده حمایتی 182 شاعر جهان. درست؟ شکایت نامه میشه میره در پارلمان سویدن. امریکایی ها دیگه میفهمن که نمیتونن سکوت کنن و میآیند به لخره واقعیت های افغانستان رو بروز میدن. افزون بره هماهنگی و بسیج از پشت همه میتونه کنید چلنج میتونید هر نیروی سیاسی موجود در افغانستان با تمام تجربه چند ساله‌ای که دارن بیاید همزمان در 4 قاره جهان فعالیت کنند. جنبش اینمیان در آسیا فعال است، در افغانستان، در استرالیا فعال است، اینمینجا هست این بار، همزمان در اروپا تو دارهای خود دارد، همزمان در آمریکا بالتا و برنامه خود دارد. یک جنبش 8 ماه هست. در 8 ماه با او ضربه سهمی و با این همه توطئه تکبیر اقدام سومی که کرد یا اتفاق سومی که بعد از جنبش روشنایی افتاد این رابطه های گسسته ما محکم شده و داره سیستماتیک من در 15 سال گذشته از این بیرون و جز خانواده و ایوان دارم بیدیم از هیچ کس زرد پیام داشت. اما در این 8 ماه شاید شمارش به هزاران برسه که باید هزاران تلفن از هر کجا رأی، مشورت، نظر، انتقاد کمکهایی که یعنی این هزار پار شده که مثل کشتی طوفان زده هر تخته به سمت پرکار شده و افتاده شده بود داره در یک موزاییک جدید، در یک مهندسی نو و یک طرح دیزاین جدید رابطه خود با هم دیگه معنا میکنه و تعریف میکنه و پیدا و این یعنی حیات دوباره، یعنی حیات دوباره از یأس به امید رفتن، از بیباوری و خودباوری رسیدن، از تنها بودن صدای ما به رسیدن صدای سراسر جهان رسیدن، از فقط اعتراض به منظم عمل کردن رسیدن. و اینها با اون ضربه که خوردیم در 8 ماه کار اندک نیست، یعنی ثابت میکنه که جنبش حرکت دارد و پیش میره در جامعه است.
چند نکته دیگر هم خدمتتون باید توضیح بدم. یکی از صحبت‌هایی که هر از گاه می‌شود این است که باید متحد یا پست کرده رو بگیم دوستا واضح مطرح میشه که خب جنبش سبب چندگانگی و چندبستگی در بدن جامعه اول چنین چیزی درست اتفاقا هزاره های جامعه بیش از هر وقت دیگری الان با هم متحدن اگر مردم اگر اتحاد مردم هیچ وقت استرالیا و کانادا و اروپا اینقدر با هم دیگه متحد نبود هیچ وقت هزاره اینقدر محکم پشت یک دایره استقرار هیچ وقت اینقدر سریع زود و زیاد به هم دیگه کمک کرد همین کمک های شما که 400 نفر از مرد و معلوم شدن نجات داد و برای بار چندون تشکر خانه زنده باشید بسیار 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 که خصوص استرالیا که حد بیشتر یا زیادتر این کمک ها متعلق با البته جنتتان عزیز اما به موقع درست این اتحاد نیست شعار واحدی مطرح کردن پشت دایره واحد استاد شدن و آدرس واحدی که مطرح استادن هر دو واحد را مطرح کردن و گفتن اتحاد را چند واجه کردن اما اگر منظور خلق یک آدرس جمعی اجتماعی مدن سیاسی هست خب این تفرقه نیست از اون پیش مگر یک آدرس از اون پیش مگر یک اتفاق حزب وحدت اسلامی افغانستان داشت حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان داشت حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان داشت حزب وحدت یک قسمت دیگه داشت رهبری آقای احمدی چهار تا حزب وحدت داشت یک تا انسجام داشت یک تا ملت داشت کلام یک تا حزب کار توسعه داشت خب هفتش تا پیش از اون و چرا اون زمان اعتراض نکرد که اون برادر یک حزب وحدت داشت چرا چهار تا حزب وحدت داشت کس زد پس کرد یک بار گفت که دیگر من مقتدری آمد صدای واحد قدرتمند خلق کرد آدرس واحد خلق کرد اعتبار بخشید نام بخشید این نام رو به جهان معرفی کرد امیر چرا صدای استفاده کرد قطع کرد سیز اعتراض در انتخابات در کدام انتخابات همه اینو به یک تیم در همین انتخابات قبلی مگر در تیم زلمه رسول هزارم آمین ندارد خانم هر بسر در تیم دکتر عبدالله معامل باشد جناب استاد محمد در تیم اشرف غنی معامل باشد جناب آقای دانش خب یعنی پیش از جنبش هزاره کنید نگرد از یک دیم حمایت دارد یک دیم متحد معامل پاشت پاسه کرد وقتی در انتخابات در سه را میگرد وقتی حزب 11 تا داشت کجا از اعتماد رو بود تو آدم است بنابراین چیزهای کلی در ذهن مردم انداختن نادرست بحث سنتی اگر کنیم واقعیت جامعه ما اینیست در انتخابات گذشته از سه تیم حمایت کرد درست است حزب سیاسی چهار پنج سالگرد هر سال چهار پنج دانه گرفته در گرفته میشد، در خلیه به جلگه گرفته میشد، در مسلم بود گرفته میشد خب این مثال جنوبش هم آمده سالگرد رهبری را تجدید کرده که بیشتر از همه با آرمان های از اون متعهد است مثل از اون روش که من شکاری دارم سر سزا کنند که بالای مثال سه کنند میگه سال قبل پنج تا بنابراین دوستان یک وان نامه هوشیار رو باشد اتفاقا
اتفاق دیگری که در جنبش روشنایی افتاده است، تدبیر و تحویل و نهاد نکردن فرهنگ پرسیدن و مؤاخذه کردن در 8 ماه گذشته بارها در جلسات رسمی توانستیم و توانستیم قناعت بخش دست به مرد است، اما بارها سوالات شما جواب نمیدیم. خود برنامه های پرسش پاسخ تدارک ندیم، اما در 30 سال رهبری گذشته کسی سوال پرسید یا کسی حاضر به جواب دادن؟ خب اینا چیزای اندکی نیست. تغییر یعنی هم تفاوت، یعنی هم از اینجاها شروع میشه. وقتی فرهنگ پرسیدن و مؤاخذه و یخنگیری نهادی نشود، خیانت کردن ناممکن میشه، حداقل دشوار. وقتی دست بوسی و سر نشاندن و احترام باشد و پرسیدن نباشد، اون زمان است که باید نگران باشد. خب ما فرهنگ دست بوسی را تبدیل به فرهنگ مؤاخذه و پرسش کردیم در جنبش روشنایی، و این اتفاق بزرگ است. در 8 سال، در 8 ماه اینقدر آمد و کمک و حمایت همه ما با هم آمدن. افزون بریم یک اتفاق دیگر بازم و اون پایداری. پایداری به این معنی که این بار وقتی مطالبه ای را مطرح کردیم، اگر دشوار شد نلرزیم، استاد شدیم. ابو رفتیم که استاد شدیم. بر فرهنگ دغلبازی و فریب چلیپا زدن. پیش چشم من در اعتراض به کوچی یک هفته در بهسوز قیمه زده شد. مؤذن کوچی هنوز زده. پس از او چی شد؟ مدافع بهسود کجاست که رفته بود یک هفته در بهسود پای نزده بود؟ حرکت مسئله در؟ استاد شد؟ اعتصاب قضا و تظاهرات دیمزن کجا شد که سر مسئله کجی ها بود؟ پس از ده ها و صدها خانه در بهسود با آتش کشیده شده. فرزندانی که از خانه و حریم و ناموس خود دفاع میکنند از لحاظ سیاسی تنها گذاشته شدند. موزل کوچی همچنان ادامه دارد، اما هیچ کسی دیدگاه نمیدارد. نفست این یعنی دقل بازی، این یعنی فرق. ولایت جابری کجاست؟ وعده انتخاباتی کو؟ در زمان انتخابات وعده داد ولایت بود. پس از او آمد گفت جابوری را ولایت میکنم، هر کار را رئیس جمهور سر من خواهد کرد. در آخر چاقو دست کردن من تکه تکش کنم و 3-4 رسوالی مقاومت مردم که مانده شد. و این یعنی فریب که تو در زمان انتخابات رای چیزی میگی پس از ما میتونیم نمیتونیم میگیم برادر معامله نمیکنیم. خلاص یعنی لای نمازو را مورد نتوانی به این را تر نمیدیم. اکثر ادعاها و خواسته ها و مطالبات شکل در غرب کابل را عمل شهید داشت چرا بوده نتونست به زمان حیاتش ولی استاد شد. منطقه مبارزه این نیست. رسیس پذیری و پایداری و مقاومت یادمون رفتیم، یادمون رفتیم. یه هم برد خب در 8 ماه با
پرسشگر، پایداری، گزارش دیدی مرحله به مرحله، هر بار که علم نمیم رو گذار کنه یا نمیم رو گذار کنه، چه نامی آمد، چه نامی ره، به این ما چه اتفاق افتاد، که تظاهرات داره، که اینه، جز تو جزش رو گذارش دارد با من، صاف، این روشی، روشی مگمی نمیم، هر روز در مسجد سفید نیامد میگفت اوزا از خر است، حتی نمیگفت بلی مقاومت کنید در خر کسی نیست، میگفت وضعیت خط از خر است، گذارم، در میان نمیست جمعه، این روش هم باز کرد، وقتی دعا میکنیم بر منش مزاری هستی، این ابزار سنجش وجود دارد، ببینید، داخل اضافه یا در مقایسه همین چیزی که میگیم سلام، و اما حالا در جاست. حالا در این هشت ماه، این همه راهی که با هم آمدیم باید ادامه شد با هم بریم. درست؟ حالا جدیتر از هشت ماه پیش و پیروزی امیدوارم. گام اول درم شدن از ترختی و ایستادن مقاومت کردن، گام دوم برداشتن گام از مقاومت و پیروزی است. همین هزاره بعد مقاومت رو ختم شدن، همیشه مقاومت به دخره و پیروزی هم بردن است. ادبیات مقاومت باید یک دارد. از این پس بر ادبیات پیروزی باید قائم شد. در مسئله بعد امیال پیروزی. به چه معنی؟ به این معنی کسایی که ماستر پلان خراب کردن و میخواستن از رای دیگه بیارن آورده نتانستن. آورده نمیتوانن. میخواستن تکه تکه کنن، یک صدای عدالت ماهانه را خفه کنن، نتوانستن. باید کنن. این هم پیروزیست. اما برای اینکه این راه دشوار، هنوز دشوار درست ادامه پیدا کنن، میبایست حرکتهای در سال آینده نظم بیشتر باشد. سازمانمند کنن، نظاممند کنن. تعریف کنیم روابط ما ادامه را با احساسات و عاطفه سر غیر بود. باید چطری ایجاد کنیم که در دنیای مدرن امروز غیر ممکن نیست، که پاسخگوی نیاز امروز و فردای ما باشد و ما از هر نظر در شرایط کنونی این توانایی را داریم. ما میتوانیم برای خودمان راه جدید بکشم. بنابراین سال آینده سال این است که ما به کمک هم و مشورت هم و با مراجعه به خرد جمعی یک نقشه راه برایمون بسازیم، یک پلان استراتژیک برایمون بسازیم و او را تایملاین بکنیم و مشخص کنیم. راه ساده این کار این که ما در شورای عالی می نشستیم و همین کارا رو در روی کاغذ نوشتن کردیم، می گفتیم جنبش یه اساسنامه هست، این مرامنامه هست، این احکام تشکیلاتش هست، این فلان جایی هست، پایین هم، این بالا هم، این قطع اقدام بکنند و شما هم بیایید ادامه حمایت کنید. راه ساده این راه ساده این که هر کدام ما یک چند رفیق در کجا دارد. اتفاقا اکثر رفقای ما فعالان سیاسی مدنی هستند، معروف هم، ناخوشده هم. همینا رو دعوت میکردیم، رفقانه یک جای جمع میشدیم، تعدادش هم زیاد، بعد اعلام میکردیم که ما 500 نفر میشستیم برای ازاله این تصمیم میگرفتیم این رتبه و ساختیم، باید باشه. رفقانه هم دوست داریم. هر دوی این را آسان در بسر، خطابال اجرا شد.
ما هم این رای دشوار رو برازیم به گزینش های ساده تر بود. ما گفتیم بگذار مردم و مردم مراجعه کنیم مردم چه کسانی و به نمایندگی از خود می فرستد که در یک مجمع عمومی برای سرنوشت هزاران اسمی بود. ممکن است آن کسی که از سیدنی یا از ملبورن یا از ونکوور یا از لندن نه اصلا خوش من بود اصلا جنبشی شش آتشه به قابل بچه ها نبود یعنی هزاران خود است سرنوشت مشتبه دور در اون صورت نظرات متعدد می آید و به قول آقای عیسی تعدد نظرها باعث اقنام بنابراین ما روی سرخ برخزیم روش ما در آینده همین خواهد هزاره باید صاحب سیستمی شود که در آن تصمیم گیری چند لایه و دشوار باشد اشتباه کم باشد هر جا که روش تصمیم گیری ساده باشد میزان اشتباه بالاست هر کجا که تصمیم گیری چند لایه و سخت باشد میزان اشتباه ما به راه آسان پر اشتباه باور ندارم از چلنج و دشواری نمیترسیم و به خرد جمعی و شعور مردم اطمینان فیصله فیصله شما خواهد تصمیم تصمیم شما خواهد هر آنچه از خرد جمعی هزاره برون آید همان میکنیم برای ما رو معتبر است. تمام امور خود باید تنظیم کنیم. راجع به فقر ما و برآمدن از این فقر باید بیاندیشیم. مسلم شد که کمک‌های جامعه جهانی ما را بالاخره از فقر نجات می‌دهد. از این که افغانستان دیگه سایه کمک بین‌المللی در 15 سال بیشتر از دیگه نمی‌شه. ولی هیچ تأثیری بر فقر ما گذاشت. آیا برای ما کار خلق کرد؟ نکرد. جمعیت ما رو به افزایش حمل داخل هم کرد. هر سال کار بیشتر هم هر سال پول بیشتر هم دارد. چشم روختر و کمک و گدایی دیگران به حیمتی است. ملت‌های دیگر خود به داد خود بسید. اما سیستم در تمامی زمینه ها سیستم ما را میتونه انجام بده سیستم باید ما را از فرد به خیرت جمعی عبور بده در تمامی عرصه ها مثال هایش گفتیم خسته نشید یک بار دیگه هم تکرار کنم از همین جمع شما کسانی هستند که ما ها یا سالانه کسانی به طرف خالصان کمک بود درست؟ اما این کمک ها از طرف میره از طرف هست او همیشه نیازمند به کمک می‌دهد. شما همیشه کمک می‌دهید. هیچ جای پیش نمی‌شه. ملت‌های دیگر به هم دیگه کمک می‌دهند. اما کمک کردن به هم دیگرشان سیستماتیکه. آنها بانک دارند و از بانک خود برای کاریابی جوانان خود قرضه می‌دهند. سر پول به هم ثابت می‌دهند. آنها چریدی دارند. و تکس بزنس رو در اونجا نریزن او بیا باقم سرمه نجا بیست در سر حق مسلم هر بزنسی سیستیلات رو چرا بیدن مثال های زیاد و زیاد و زیاد بیدن تعریف از سیاست باید به گونه باشد که سیاست مدار و اقدامات سیاسی میبایست در کار و شغل مردم در اهمیت شغلی مردم، در وضعیت دسترخان مردم و اهمیت جانی مردم تأثیر داشته باشد. اگر سیاست و تر سخنرانی، سردنشینی و پلو خوری باشد، همه میکن نباشد. بنابراین، وقتی اینطوری میگیم چپ میباشد که به همه اینها حق زمان فکر کنیم، یعنی هم که باید سیاست مدار یا مدیران اجتماعی جامعه برای بیکاری تر باشده. برنامه داشته باشه. یکی از رنج‌های کلان جامعه ما در گذشته نداشتن طرح برنامه
از این پس برنامه خواهد از کجا از خرد جمعی، از کلمه و یک عالم استعداد توانایی که ما در سراسر جهان داریم. در مورد بلند کردن صدای اعتراض و تاریخ سوم حرفی نمیزنم. تصمیم استرالیاست و آن چیزی که جناب آقای رضایی گفتن، آن چیزی که آقای حسار گفتن، تکرارش لازم نیست. و از طرف دیگه بازم میگم که به شعور و درک عمیق شما ایمان و اطمینان داره، نیاز به تکرار نیست. یک بار دیگر از تمامی دوستان رو در میبرم، از مجتمع های فرهنگی که برنامه های خوبی را گرفتن در این مدت، از دوستان جیلان و جوانان پرتلاش اینچن، محاسن سفیدان، همه دوستان که زحمت کشیدن و هنوز جمع ما را کشیده میرن، یک دنیا ممنون و تشکر و امید دیدار دوباره، صحبت دوباره و که انشاءالله در دفعه بعدی که ببینیم گزارش کاری را که بتیم نقاط مثبت ما به مراتب بیشتر از حال باشد، نقاط اشتباه ما کم باشد، فضای فردای ما روشن‌تر، عزم ما محکم‌تر، سلامت باشید و در امان خداوند باشید. با تشکر فراوان از آقای ناجی که با تشریف‌آوری‌شان در ملبورن و در جمع حامیان جنبش روشنایی با صحبت‌های خوبشان مجلس ما را مزین ساختند، امیدوار هستیم که ارتباطات همچنان ادامه پیدا کند و این حرکت‌ها هدفمندتر و مؤثرتر شود. یعنی من پریش رو میگم دوستا رای دیگران رو بند کده، من پریش هست 1HP2LL. من از شبهای تاریک بدون ماه میترسم، نه از شیر و پلنگ.